با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم، سورابه یزدی برنت هستم. به رادیو توکا خوش اومدین. و اینکه من چون همیشه فراموش میکنم، امروز میخوام اول برنامه خدمت همتون عرض بکنم که من اینو بارها گفتم ولی رادیو توکا لطف کردن اپ خود من رو به اسم سودابه برنت برای من باز کردن که تمام برنامه ها و تمام اتفاقاتی که میفته اینجا از قبیل وبینار ها، نمیدونم کلاس های انرژی درمانی، چه موقع هایی برنامه میاد، برای من نصب شده. بنابراین با هر استوری که هستین، هر سروری که روش تلفنتون هست، لطفاً اپ ما رو باز بکنین، سودابه برنت، که بتونین از این به بعد تمام برنامه ها رو مشاهده بکنین و ببینین که چه اتفاقی داره میفته. در زمانی که من برنامه دارم و برنامه داره پخش میشه، اون اپ به شما یادآوری میکنه که در هر کجا که هستین، هر کاری که دارین، زمین بذارین و بشینین برنامه رو گوش بکنین. خب دوستان عزیزم، برنامه امروز راجبه، کلن میخوام راجبه مریضی ها بذاریم و همینطور سرطان، که همونطوری که میدونیم سرطان یک چیز فوق‌العاده ترسناک و وحشتناکیه برای ما. و زمانی که ما فرضاً میریم یه جایی و میشنویم از دکتری، نمیدونم بعد از آزمایشی، تستی، که ما سرطان داریم، یک دفعه تمام دنیای ما فرو میریزه و اون مسئله برای ما فوق‌العاده بزرگ میشه. پس برنامه رو امروز راجع به این قضیه میذاریم که داستان چیه، اگر که ما سرطان داریم چه کار بکنیم، اگر نداریم، برای اون سری از دوستانی که حتی زمانی که سرطان رو نگرفتن ترس و وحشت درشون هست که نکنه یه موقع بگیرن. و بعد اون دید ما نسبت به کسانی که سرطان دارن که چطور یه دفعه دید ما عوض میشه و ما اونها رو با یک تأسف و با یک انرژی پایین به اونها نگاه میکنیم. در مورد همه این داستانا صحبت میکنیم. اوکی. در اول دوستان عزیز، باز همیشه از من شنیدین و باز همین قضیه رو میشنوین که هیچ آدمی، هیچ موقعیتی، هیچ مریضی، هیچ بیماری بدون دعوتنامه من به سراغ من نمیاد. این رو بذاریم برامون کاملا کلیک کنه و جا بیفته. همه چیز با دعوتنامه من میاد. درسته که برای ماهایی که با این قضیه آشنایی نداریم میگیم مگه همیشه این قضیه پیش میاد، که ما فکر میکنیم چیزهای بد، موقعیتهای بد، اتفاقات بد، انسانهای بد رو ما دعوتشون نکردیم. و چون ذهن ما یا ایگوی ما، منیت ما همیشه میگه که ما که بهترین رو میخوام، اما متوجه نمیشیم که خود ما هیم که تمام این چیزها رو دعوت میکنیم، خود ما هستیم که تمام این موقعیت‌ها رو به وجود میاریم، خود ما هستیم که این فیلم رو میسازیم. اوکی؟ پس اولین مرحله ما این رو برامون جا بیفته و بپذیریم که این منم که همه چیز رو دعوت میکنم، هیچ چیزی بدون دعوتنامه من به سراغ من نمیاد. اوکی؟ بعد از اینکه این قضیه جا افتاد، حالا بیایم از خودمون بپرسیم که زمانی که من ترس و وحشت دارم در مورد اینکه نکنه که من سرطان بگیرم یا مریضی و بیماری بگیرم، در واقع ما باید روی چی کار بکنیم؟ برای اینکه سرطان، همیشه ما میچسبیم به اون آخرین چیزی که میبینیم، بنابراین ریشه رو از دست میدیم. وقتی که شما فکر میکنین که من ترس از سرطان دارم، در واقع سرطان ترس شما نیست، سرطان اون چیزه که در این جلو داره ترس رو به شما نشون میده. ولی اگر شما از مرز سرطان بگذارین به عقب بیان، متوجه میشین که ترس
ریشه یا برنامه ریزیه که داره پیاده میشه. حالا این ترس میتونه خودش رو به شکل و چیزهای مختلف نشون بده. بعضیاش رو شما میبینین، بعضیاش رو ازش آگاه هستین، بعضیاش رو نیستین. فرضاً ممکنه که شما در awareness یا در آگاهیتون هست که شما ترس از جرم و میکروب و مریضی و بیماری دارین، اما این در آگاهی شماست چون خیلی پررنگ تره. اما چیزی که شما آگاه نیستین این هستش که شما ترس و وحشت، اون ریشه میتونه روی موفقیت، پیشرفت، قدم به جلو گذاشتن شما هم نقش داشته باشه و 100% داره. اما چون تمرکز شما فقط روی مریضی و بیماری و جرم و میکروبه، این تیکه‌ای که چرا شما تو زندگیتون پیشرفت نمی‌کنین یا به هدفاتون نمی‌رسین یا فرضاً یه تصمیمی می‌گیرین نمی‌تونین عملش بکنین یا در دنیای مادی پیادهش بکنین، یا اینکه فرضاً میگین که من انگیزه ندارم، چون ما فکر می‌کنیم که اگه من به جلو نمی‌رم دلیلش انگیزه است و من اینو بارها گفتم انگیزه‌ای در کار نیست. و خواهشاً اگر آنلاین کورس منو دارین، تو اون کلاس ها من توضیح دادم که ما چیزی به اسم انگیزه نداریم. در واقع شما اگر ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه در یه مسیر با یک برنامه پیش میرن، اوکی، شما به هدفتون میرسین. ولی اگر ضمیر ناخودآگاه یه ساز میزنه و اصلا شما در آگاهیتون نیست که در ضمیر ناخودآگاه یه برنامه ریزی فوق‌العاده متفاوت داره اتفاق میفته، پس این دوتا با همدیگه نمیخونن، در نتیجه شما به هدفتون نمیرسین. اوکی؟ پس وقتی که شما ترس و وحشت روی سرتان دارین یا روی میکروب و جرم دارین، بدونین که در عقب اون برنامه‌ای که داره کار میکنه ترسه. اون ترس روی پیشرفت شما داره کار میکنه، روی اینی که شما تو رابطه میرین و بعد رابطه خیلی عاشقانه و خوب و حرارتی و یک ماه بعد اون آدم دیگه طرف شما نمیاد، جواب تلفنتون رو نمیده، اینا تمام بر میگرده به اون ترس و وحشته، به خاطر اینکه در ضمیر ناخودآگاه ترس و وحشت داره میگه به محضی که شما میرین وارد یه رابطه عاشق و نمیدونم گل بیار و روزی 100 بار به همدیگه تکس بزن، یه دفعه بعد از یه ماه دو ماه دیگه از طرف نمیشنوین، جواب تکستونم نمیده، اون همون برنامه ضمیر ناخودآگاه ترس و وحشته که شما دارین میگین که من میترسم از این که قلبم رو کاملا باز بکنم، به خاطر اینکه اگر من این کارو بکنم ممکنه که اون طرف رابطش رو با من قطع کنه، پس بذار قبل از این که اون منو بندازه که به منیتم فوق‌العاده بر میخوره که یکی به ما نبگه یا یکی به ما بگه من تو رو نمیخوام، یا یه ماه با هم دیگه یکی دو ماه با هم رفتیم اومدیم ولی فهمیدم که ما با هم کامپاتیبل نیستیم، به درد هم دیگه نمیخوریم، پس بذار قبل از این که اون بخواد منو بندازه که منیتم خیلی صدمه بخوره که یکی منو انداخته، یکی به من گفته من نمیخوام، بذار من خودم این کارو بکنم. اوکی؟ پس در نتیجه اون ترس و وحشت شما بدون این که در آگاهی شما باشه، اون برنامه که داره در ضمیر ناخودآگاه میچرخه، اون انرژی، اون کارایی که شما میکنین باعث میشه که اون رابطه رو به هم بریزه. پس اون آدمه نیست که شما رو ول میکنه میره، برنامه ریزی ترس شماست که اون برنامه ریزی این کار رو میکنه. حالا شما بدون این که متوجه باشین نمیفهمین که ایوا شما خیلی خوشحال و سرحال رفتین، موقعی هم که رفتین به احتمال زیاد شما 100 تا کتاب خوندین راجع به رابطه موفقیت، کلی از روانشناسا هم گوش کردین که روانشناسا گفتن که آره شما اگر که میخواین در یک رابطه موفق باشین 1, 2, 3, 4, 5, 100, 2000 این کارا رو اگه بکنین رابطه عشقی شما موفق خواهد بود. شما تمام این برنامه ریزی ها و همه اینا رو خوندین و یاد گرفتین، خیلی آماده میرین و میگین که الان که من امشب دارم میرم سر این دیتم، امشب من میگم که آره
من اینجوری رفتار میکنم، اینو نمیگم، میذارم اون حرف بزنه، قشنگ گوش میکنم، ال بل بل با اون برنامه ریزی میرین جلو. اما به محضی که رفتین و سر میز شام نشستین، یه چند دقیقه که میگذره، یک دفعه تمام اون شماره های 1 و 2 و 3 و 100 و 2000 یه دفعه میپره و شما متوجه نمیشین که ایوا چرا شما یهو یه همچین عکس العمل عجیبی نشون دادین؟ چی شد که با همه اونایی که میدونستین و یادتون بود و فکر کردین که یاد گرفتین و اون همه کتابی که خوندین و اون همه درسی که یاد گرفتین، چی شد که یه دفعه همه چی شما فراموشتون شد و از کنترل شما خارج؟ در نتیجه این قضیه چیه دوستان؟ این قضیه همون ترس و وحشته که پشت همه اعمال شما نشسته. اوکی؟ پس حالا که شما اینو متوجه شدین، بگردیم سر سرطان. اکثر ماها فکر میکنیم که سرطان یک خوره، یه چیز آنچنانیه. متوجه نیستیم که در بدن من انسانی بیلیون ها سلول فعال دارن با هم دیگه همکاری میکنن، با هم حرف میزنن، پیام میفرستن و تمام این اتفاقا داره میفته. بین تمام این سلول ها مثل دنیای ما، ما وقتی دنیامون رو نگاه میکنیم آدم های خوب داریم، آدم های بد داریم، آدم های کلا بردار، همه شکل و فرم آدم داریم. در سیستم بدنی ما هم سلول های مختلف هستن. سلول های کاذبن، سلول های سازندن، سلول های خوبن، سلول های جنگندن، سلول های کشندن. پس در بدن من و شما در هر ثانیه میلیون ها فری رادیکالز که باعث سرطان ما میشه یا چیزها رو به وجود میاره داره در حال اتفاقه. اوکی؟ من و شما میلیون ها سلول های سرطانی در بدنمون وجود داره. اوکی؟ پس سرطان یک چیز خارجی نیست که یک دفعه یه چیزی از خارج میاد وارد بدن شما میشه و شما وو سرطان میگیرین. نه، این سلول های سرطانی در بدن همه من و شما هست. تنها اتفاقی که اینجا میفته اینه که اون سلول های سرطانی به خاطر شرایط انوایرمنت یا محیط زیستی بدن شما حالا فعال میشن، شما اکتیویتشون میکنین، پس اونا به فعالیت میفتن. اوکی؟ پس همون طور که محیط زیستی شما تونسته اون موقعیت سرطان رو اکتیویتش بکنه، به وجودش بیاره، فعالش بکنه، به همون صورت هم اگر اون تغییرات درست در این محیط زیستی به وجود بیاد، سرطان از بین میره. اوکی؟ حالا چه شرایطی سرطان رو کمک میکنه این محیط زیستی که به وجود بیاد؟ اگر که شما به علم پزشکی آگاهی داشته باشید یا بخونید، میبینین که دو تا عامل مهم و اولیه این قضیه رو به وجود میارن. یک، کمبود اکسیژن در بدن. در برنامه هفته پیش روی نفس کار کردیم و براتون توضیح دادم که هرچی ما اکسیژن بیشتری زندگی، اکسیژن، نفس، هرچی اکسیژن بیشتری وارد بدن ما بشه، ما متابولیزممون بالاتر میره، کالوری بیشتر میسوزونیم، اکسیژن بدن بالا میره، پس مریضی، بیماری، خستگی، تمام اینا از بین میره در زمانی که ما اکسیژن داریم به اندازه کافی. اوکی؟ مسئله دوم، بدن ما دوستان عزیز، من راجع به اسیدی یا قلیایی بودن خیلی صحبت کردم توی سیدی استرس و افسردگی، منم راجع به این کاملا توضیح دادم. بدن ما انسان ها یک pH داره. pH اگر این pH اون بالانس و تعادل داشته باشه، یعنی از نقطه 0 شما شروع کنید تا 7 اسیدی باشه، از 7 تا 14 یه ذره اونورتر قلیایی. بدن یک انسان طبیعی که سالمه و اوکیه و تعادل داره باید بین مرز 7 و 8 بچرخه.
اگر این بدن به طرف 6 یا 5 بیفته اسیدی باشه، داستانای شما شروع میشه. اگر از سر مرز 7 باشه شما اوکی، نه این وری میرین نه اون وری میرین. اگر از طرف 7 بیفته این ور به طرف قلیایی یا الکولاین برین، شما مریضی بیماری نمیگیرین. اوکی؟ پس در نتیجه بدنی که سرطان میگیره کمبود اکسیژنه. کمبود اکسیژن دوباره وصل میشه به گردش خون. ما میدونیم که سکته مغزی چه موقعی اتفاق میفته؟ وقتی به اندازه کافی اکسیژن، جریان خون و اکسیژن و مواد غذایی به مغز ما نمیرسه. اوکی؟ پس در نتیجه زمانی که ما بدنمون به اندازه کافی اکسیژنیت میشه، حالا اگر شما فرزن یا آدمی که سرطان داره هر روز بهش بگین 1 ساعت تای چی انجام بده یا 1 ساعت مدیتیشن کنه، یعنی فقط روی نفس و تای چی، که من یه دیویدی ورزشی هم دارم که در واقع تای چی حرکات هایی که خیلی آروم و ساده انجام میشن و اون حرکت ها نه فقط روی بدن فیزیکی کار میکنه، بلکه کمک میکنه که ذهن شما آروم بشه و در اون 1 ساعت ورزش شما تمام فکر دیروز و فکر پیروز و ناراحتی اینجا و فردا چه اتفاقی میفته رو میذارین کنار و فقط روی نفستون و روی بدن فیزیکی، یعنی شما کاملا توی خودتون میان. پس اون قضیه کمک میکنه که خیلی از مریضی و مشکلات شما برطرف میشه. اوکی؟ حالا این قسمت فیزیکی مسئله هستش، اما وقتی که ما بیام به قسمت‌های بالا، چون میدونی من همیشه یک انسان رو به 4 خونه تقسیم میکنم، وقتی که میان به قسمت‌های بعدی، حالا متوجه میشیم که سرطان یا همه مریضی ها و بیماری ها یه انرژی قفل شده است. اگر انرژی در بدن در حال حرکت باشه، انرژی مردانه و زنانه، همه چی فلو کنه در گردشه، ما اوکییم، حالمون خوبه. اگر در یک نقطه یا نقطه های مختلف اون قفل و بلاک بشه، ما مشکل داریم. تا در اینجا هستیم خدمتتون بگم که وقتی که راجع به انرژی هم صحبت میکنیم، من توضیح دادم که انرژی استگنیشن، انرژی راکت، باعث مریضی و بیماری میشه. انرژی قفل یا راکت، بذاریم براتون اینجوری بگم که قدرت تخیل شما کاملا راه بیفته و اینو حسش کنین یا هضم و جذبش بکنی. انرژی راکت یا قفل شده زمانی هستش که فرزن شما روز بعد از روز بعد از روز همون کارا، همون برنامه ها، همون سیستم، همون مدل پیش میرین. خونه زندگی شما 2 ساله همون شکل و فرم بوده. شما یه میز و تخت رو این ور اون ور نکردین، 4 تا چیز رو این ور اون ور نکردین، همه چی همون شکل ثابت اونجا مونده. اوکی؟ پس زمانی که ما تغییری به وجود نمیاد و انرژی حرکتی نمیکنه، در اون زمان اون انرژی مثل این نمونه که فرضاً شما فکر کنین که یه آبه و این آب حرکت نداره، رودخونه نیست، جریان نیست. وقتی یه چیزی یه جا میمونه چی میشه؟ گندیده میشه، کپک میزنه، یا در واقع در بدن ما حالت تورم inflammation باد میکنه، تورم پیدا میکنه. اوکی؟ پس انرژی راکت 2 مرتبه میتونه برای شما سرطان، MS، آرتروز، مریضی و بیماری های مختلف به وجود بیاره.
اوکی. پس من متوجه شدم که بدن من باید به اندازه کافی اکسیژن بهش برسه. اکسیژن کمک میکنه که گردش خون، مواد غذایی در سیستم من بتونه به جریان بیفته. اوکی. سوم متوجه شدم که انرژی اگر قفل بشه دو مرتبه باعث مریضی و بیماری و تورم میشه. پس اگر که شما میبینین که در یک بخشی از بدن شما انرژی قفل شده، شما باید اون رو به حرکت و به جریان بندازی. اوکی؟ پس این یکی دیگه از دلیلاشه. و بعد این که فکر میکنم که در اول برنامه گفتیم که همه مریضی ها و بیماری ها با دعوتنامه من و شما میان. پس بذارین اینو بگیم که ما رفتیم پیش دکترمون و 4 تا آزمایش دادن و گفتن که متاسفم که این خبر بد رو به شما بدم که شما سرطان داریم. اولین مرحله من سرطان دارم، بو، فیل کردین، شما اون رو رد میشین. شما وقتی که میشنوین که شما سرطان دارین، اولین مسئله ایش عکس العملی نشون نمیدین. اوکی؟ از دکترتون تشکر میکنین، میگین خیلی ممنون، نه خبر بدی هم نیست، خیلی هم خوشحال کننده بود، و از اونجا میان بیرون. بعد میان میشینین در سکوت خودتون، یا اینکه میرین راه میرین، حرکت میکنین، لب دریاچه میرین، تو پارک میرین، قدم میزنین، و مهمترین سوالی که از خودتون میپرسین این هستش که من برای سرطان دعوتنامه فرستادم، دلیل اینکه دعوتنامه فرستادم که این بیاد چیه؟ اوکی؟ دعوتنامه شما در واقع کلاسی هستش که شما میخواین توش برید. پس اگر در مرحله اول سرطان رو تو کلتون انقدر گنده نکنین و اهمیتش رو بیارین پایین، بگین سرطان هم مثل همه مریضی و بیماری ها میشه، همون جوری که من دعوتش کردم این مهمونو، موقعی هم که حوصله‌اش ندارم میگم ببخشین وقت دعوتنامتون تموم شد، تشریف ببرید. پس دست شماست. اینجاست که خالق بودن من و شما توی کار میاد. اینجاست که من و شما متوجه میشیم بابا مولانا و این همه اساتید و استادای عرفانی و تمام این گروه ها گفتن تو خالقی. یعنی چی؟ یعنی همه چی رو تو میسازی، حتی سرطان رو. پس اگر شما سرطان رو ساختین و دعوتنامه‌شو فرستادین، مشکلی نیست، خودتونم دعوتنامه رو پس میدین و مسئله رو حلش میکنین. اوکی؟ پس برای اینکه حالا شما به اون جواب برسین که چرا این دعوتنامه رو فرستادین، حالا مسئله مدیتیشن و اون سکوته پیش میاد. به خاطر اینکه ببخشید، ممکنه شما در اون لحظه اول و روز اول و هفته اول جوابو نگیرین که این دعوتنامه برای چی اومد، اما اگر که سرطان رو ول کنین، به سرطان نچسبین، با اون بالا و پایین نشین، دنبال راه و چاه نفتین، اون میگه بیا این کارو بکن، اون میگه بیا اون کارو بکن، و در واقع یه مقداری به خودتون زمان بدین. نمیگم که روی قسمت فیزیکی کار نکنین، چرا؟ بدنتون رو قلیایی کنین، تغذیه‌تون رو درست کنین، قند و شکرتون رو همه رو بزنین، هر چیزی که بدن رو اسیدی میکنه قطعش بکنین، ورزش روزانه داشته باشین، یوگا کنین، تای چی کنین، به طبیعت برین، به مسافرت برین، و در این زمان شما اون حجم و بزرگی این قضیه رو برای خودتون کوچیکش کردین، اومدین پایین. ولی تمام مدت میخوان بپرسین که این دعوتنامه برای چی بوده و چه درسی توی اون هست. خیلی اوقات من با زمانی که جلسه میگیرم، افراد به من میگن که دقیقاً سودی جان درست میگی، من خودم
نمیدونم این و اون و اون شد و گفتم کاش من سرطان بگیرم تا این قضیه حل بشه. افراد این کارا رو میکنن. خیلی از اوقات هستش که افراد میگن انقدر من از سرطان میترسیدم که مرتباً به خودم میگفتم نکنه من سرطان بگیرم، نکنه من. اون ترس و وحشتی که نکنه، guess what، جهان هستی میشنوه، نکنه من یه وقت سرطان بگیرم، جهان هستی میشنوه سرطان سرطان. چون گفتیم جهان هستی منفی رو متوجه نمیشه. جهان هستی هر چیزی که شما میگین همونو میگیره. شما میگین نکنه من سرطان بگیرم، جهان هستی میگه آهان این یارو سرطان میخواد، بفرمون این سرطان. اوکی؟ پس در نتیجه حالا که شما این سرطان رو دعوتش کردین، از خودتون بپرسین دلیلش چی بوده. آیا فکر زیاد و تمرکز زیاد روی سرطان بوده؟ آیا خیلی صحبت و حرفش شده؟ آیا شما سرطان رو یه چیز خیلی حجیم، بزرگ، اسفناک، یه هیولا دیدین؟ یا اینکه خودتون گفتین که چی میشه اگه من سرطان بگیرم؟ و بعد اینو باید به خاطر داشته باشین دوستان. خیلی از اوقات افرادی که من اینو خیلی به خاطر اینکه توی جلساتم دیدم، خیلی از افرادی که تجاوز بهشون میشه، اون احساس بده و اون حالت بده که نمیتونن اونو پروسسش کنن و هضم و جذبش بکنن، در زمانهای بعدی تبدیل به سرطان میشه و ما این رو خیلی خیلی زیاد میبینیم. احساسایی که خفه میکنیم، هضم و جذب نمیشن، میتونن سرطان رو به وجود بیارن. خشم، کینه، نبخشیدن، احساس گناه، این یکی از بزرگترین چیزاشه. احساس گناه کردن دو مرتبه ترس و وحشت ببره ما به وجود میاد. دوستان عزیز، میریم یک بریک کوتاه میگیریم، برمیگردیم میام به برنامه ادامه میدیم. با سلامی دوباره به همه شما دوستان و بینندگان عزیز رادیو توکا، به برنامه معمای درون خوش اومدین. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه بریم توی بریک، داشتیم راجع به دلایل و عوامل سرطان صحبت میکردیم. پس دعوتنامه ما، حالا بیان توی لیستاتون نگاه کنین ببینین که من یادم میاد خیلی سال پیش که خیلی سال پیش بود، من رفتم در یه شهر خیلی کوچیک و این داستان رو یک جایی تعریف کردم، ولی الان یادم نمیاد که کجا بود. اما من رفتم، زمانی بود که خب من خیلی توی بدنسازی و دیگه مربیگری، و اون موقع من خودم ویگنم بودم، گیاهخوار بودم و دیگه غذا همه مانیتور میشد و خودم گیاه شناسی میخوندم و گیاه پرورش میدادم و از این داستانا، خیلی در اوج سلامتی بودم و رفتم در یه شهر خیلی کوچیک که یه تجربه اونجا بشه. و متوجه شدم که روز اولی که رفتم که اوا، این دوستان ما از، حالا منم از لس آنجلس رفتم، خیلی از سلامتی و اصلا از این داستانا به دور هستن و اصلا اینا نونوایی درست حسابی ندارن و نمیدونم غذاها همه سرخ شده و یک مدلای عجیب غریبی که در اون زمان اصلا با سیستم خیلی سلامت من نمیخوند. بنابراین من به خاطر اینکه خب سازنده هستم و اگر چیزی درست نیست باید بسازمش، بلافاصله تصمیم گرفتم رفتم کتاب خونه. و اون دورانی بود که ما هنوز اینترنت اینجوری نبود که همه چی رو از رو اینترنت گوگل کنیم، زمان هنوز کتاب بود. بنابراین رفتم کتاب خونه، یه 20 تا کتاب در مورد بیکینگ و آشپزی، نه بیکینگ میشه شیرینی پزی و نون پزی و از این داستانا گرفتم و خلاصه رفتم پیدا کردم از این مغازه، از این برانور بپرس که آرد درست و حسابی ما کجا میتونیم پیدا بکنیم و
دیگه با اون چیزایی که خودم میشناختم گیاه و اینا شروع کردم. یه هفته‌ای با اینا کلنجار رفتم، دیگه این در نمی اومد، اون درست نمی کرد، اون پف نمی کرد. اما بعد از یه هفته وایستادم وسط آشپزخونه و گفتم که با سوپرمارکت بالا، گفتم شما که خبردار هستیم که من لجبازم و همینجوری چیزو ول نمی کنم، پس چطوره که با من یه همکاری و عنایتی بکنین که اینها را بیفتن؟ و دیگه از همونجا اینا شروع کردن حرکت کردن و درست شدن و این داستانا. از اونجا ما داستانمون پیش رفت و یواش یواش با این آدم ها آشنا شدیم و بعد یه مغازه پیدا کردم که این مغازه اونا هم همشون گیاه خار بودن و گیاه میفروختن و از این داستانا. دیگه با اونا دوست شدم و بعد از یه دورانی بهشون گفتم من کلاس ورزش درس میدم و خلاصه این بعد اینا رو کشیدیمشون به ورزش و تغذیه درست و از این داستانا. اما در اون میون من یه خانومی که باش دوست شدم که توی آرمی توی ارتش امریکا اون موقع کار میکرد، تو کلاسای صبح اول وقت من میومد که خیلی کلاس سنگین بود، و بعد از اون اومد به من گفتش که آره من یه دوستی دارم میخوام به تو معرفی کنم که این دوست من سرطان داره. حالا در نظر داشته باشین که در اون دو زمان من اصلا توی دنیای هیلینگ و نمیدونم این داستانا نبودم. من فقط رشتم، تجربم، آگاهیم توی فیلد پزشکی و ورزش و بدنسازی و تغذیه و این داستانا بود، ولی راجب هیلینگ و این داستانا چیزی نمیدونستم. خلاصه این خانم دوستشون اومد پیش من و گفتش که من سرطان دارم. اینی که میخوام اینجا به شما بگم خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما هممون نمیدونیم که تک تک ماها هیلریم، شفا میتونیم بدیم و خودمون به خودمون میتونیم شفا بدیم، ولی در آگاهی ما نیست، چون ما قدرت ها و توانایی های خودمون رو نمیدونیم. و یادم زمانی که این خانم اومد پیش من و گفتم سرطان چی داری، اولین چیزی که به من گفت من سرطان سینه دارم و باور دارم که تو میتونی منو هیل کنی. و بعد من ازش بهش گفتم که اگر که تو باور داری، چون باور یعنی یقین و باور داشتن، اگر واقعی باشه و حرفی نباشه، وقتی که یکی میگه من باور دارم یعنی همون اتفاق میفته. بنابراین بهش گفتم اگر شما باور داری که من میتونم به شما شفا بدم، پس بدون که این اتفاق میفته. و از اونجا من این خانمو گذاشتم روی چیزای گیاهی خودم و نمیدونم تغذیه درست و خامخاری و از این برنامه ها، و بعد اومد توی کلاس ورزش ما و دیگه با هم دیگه دوست شدیم و دیگه بیا و برو این داستان ها بود. و در اونجا زمانی که ما توی این صحبت ها بودیم ازش دو تا سوال کردم. ازش پرسیدم که رابطت با مادرت چطوره، چون ما سرطان سینه رو خیلی ربطش میدیم به رابطه با مادر. گفت اصلا خوب نیست. و دومین سوال این بود که کجا تو احساس گناه میکنی؟ احساس گناه در این بود که ایشون با شوهرش خیلی همدیگر رو دوست داشتن، عاشق همدیگه بودن، اما ایشون گفتش که من خیانت کردم و شوهر من نمیدونه. بنابراین در اون زمان ناآگاهی من به ایشون گفتم سعی کن رابطتو با مادرت درست کنی، هر چیزی که هست ببخشی و به شوهرت هم حقیقت رو بگی و هر اتفاقی هم که افتاد ناراحت اون مسئله نباشی. اوکی؟ بعد از این که روی این مسائل کار شد و ایشون با تمام سختیش با مادرش روبرو شد برای اولین بار بدون پرونده که من این کارو کردم، تو اون کارو کردی، من اینو گفتم، تو اونو گفتی، رابطهش رو تونست با مادرش درست کنه. در این حال
اون شهامتی که ایشون رفت پیش شوهرش و به شوهرش گفتش که با تمام این که من تو رو دوست دارم و با همه این که این مسئله فوق العاده بر من سخته، من میخوام به تو اعتراف بکنم که من به تو خیانت کردم. و اون زمانی که همیشه اینو هم من شنیدیم و باز هم میشنوین، اون زمانی که ما اون شهامت و شجاعت رو پیدا میکنیم که یه حقیقتی رو باز میکنیم و اون عضلمون رو قوی میکنیم که حقیقت رو بگیم، هر چقدر که ممکنه مسائل خارجی خیلی خراب بشن یا بر طبق مراد ما نباشن، ما این معجزه رو میبینیم که اون طرف که حقیقت رو ما براش باز میکنیم عکس العملش کاملا متفاوته از اون چیزی که من و شما داریم. اوکی؟ پس در نتیجه ما میتونیم این سوال از خودمون بپرسیم که چه چیزی سرطان این خانم رو از بین برد؟ آیا ورزش روزانش بود که باعث شد اکسیژن بیشتری، اهمیت بیشتری به اکسیژن بده؟ آیا تغذیه خامخاریش بود؟ آیا قلیایی کردن بدنش بود؟ آیا گیاهایی که استفاده کرد بود؟ آیا با مادرش رابطه‌ش رو درست کردن بود؟ آیا اون شهامت که بره جلو شوهرش بیسته و بگه من به تو خیانت کردم و تمام کانسیکونسز رو میپذیرم هر اتفاقی که قراره بیفته، کدوم یکی از اینا بود؟ یا این که مجموعه همه اینا با هم دیگه؟ حالا آیا حجم این سرطان بر ما کم میشه زمانی که ما این آگاهی رو داریم؟ آیا سرطان از اون هیولا بودنش در میاد؟ آیا من و شما متوجه هستیم که دنیای بیرون رو ما میسازیم؟ و وقتی که متوجه میشیم چه درسی، چه کلاسی سرش نشستیم، چه امتحانیه و روی اون کار میکنیم. امروز توی کلاس انرژی درمانی به بچه ها گفتم، دو سه روز پیش به بچه ها گفتم، دوستان عزیز در دو هفته آینده ما داریم امتحان نهایی میدیم. بیرون طوفانه، در این طوفانی که داره اتفاق میفته همه چی دیستروید میشه، به هم میریزه، شکسته میشه، باد میزنه، بارون میریزه، سیل میریزه، چیزا میشکنن، به هم میخورن، همه این اتفاقا داره میفته. ببندیم در بیرونا، بیایم به درون. این تو همیشه امنه. چه جایی هستش که هیچ وقت عوض نمیشه؟ بیرون مرتب در حال تغییره، اتفاقا میفتن، بالا میشیم، پایین میشیم، خوب میشه، بد میشه، شلوغ میشه، ساکت میشه، بیرون همش در حال تغییره. درون ثابته. درون همیشه ساکته. درون تغییر پیدا نمی کنه. درون فقط هست. درون این لحظه است.
در اون بر به گذشته نمیره، به آینده نمیره، بالا نمیره، پایین نمیره، فقط هست، فقط هستیه. شرایط خارجی روی شرایط درونی اثر نمیذاره. اما شرایط درونی شرایط بیرونی رو میسازه و اونا رو تغییر میده. آیا شما و من هنوز به این آگاهی رسیدیم که از بیرون نمیشه چیزی رو عوض کرد؟ از درون میشه چیزها رو تغییر داد. پس اگر یک جا امنیت کامله، آرامش کامله، همه چی درش درسته، ثابته، تغییر پیدا نمی کنه، چرا به اونجا نمیریم؟ چرا 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 چرا؟ داره تو سرتون همه چراهه میچرخه. خب بابا راست میگه دیگه، چرا نمیریم؟ حق انتخابه. میخوایم توی کیاس، شلوغی، بیامنی، تغییر، بالا، پایین، اینور، اونور، درد، زش، خوشحالی، غم، افسردگی، اون برای شما جذابه؟ بیرون اوکیه. خسته شدین، بیرون داره اذیتتون میکنه، امنیت نیست، ثبات نیست، عدالت نیست، خرابیه، دوزیه، فحاشیه، نمیدونم، دوست ندارین، حق انتخاب هست. انتخابتون چیه؟ Go within، به درون برین. Within، in، in، in. تصمیم با شماست، اما همیشه بدونین که شما حق انتخاب دارین. پس برای دوستانی که ترس و نگرانی از سرطان دارین، به خاطر داشته باشین که در درون شما سرطان نیست، در درون شما مریضی و بیماری نیست، همه اینا در بیرون هست. اما چی اون بیرون رو میسازه؟ دنیای درون. پس به جای اینکه ما بخوام روی سرطان، که آیا حالا که من سرطان گرفتم سوالم اینه که شیمی درمانی بکنم یا نکنم، عمل بکنم یا نکنم، به جای اون اول بیام ببینم که دعوتنامه برای چی بود. ترس و وحشت بود، احساس گناه بود، نبخشیدن بود، کینه بود، نپذیرفتن. دوستان عزیز، وقتی که شما خیلی کلاس در این دوره برداشتین، کودکی خوبی ندارین، تو خونه بهتون توجه نشده، خونه همیشه بی امن بوده، بین پدر مادر همیشه دعوا بوده، پول نبوده، مشکل بوده، تجاوز بهتون شده از طرف خود نزدیکای خونه، تمام این اتفاقا بوده و بعد از اون زندگی خواستین فرار کنین، راهتون ازدواج بوده، ازدواج میکنین و بعد میبینین که ایوا، اینم که یه هیولاس، اومدم از اون بدبختی و اون همه مشکلات در برم، اومدم افتادم گیر یه هیولای وحشتناکتر و بعد با اون هیولا بالا و پایین میشین، بعد با همون هیولا بچه دار میشین، بعد با همون داستان و هیولو میچرخیم، بعد بچه ناقص از کار در میاد، بعد بچه 10 ساله، چیز داستانایی که ما هر روز میشنویم.
بچه تا 14 سالش شد 10 تا عمل جراحی کرد. هیچ وقت از خودتون پرسیدین که این سناریویی که شما نوشتین آیا باور دارین که شما میتونستین انقدر کلاس و واحد بردارین؟ اگر نه، پس به خودتون بیاین، به جهان هستی بگین آقا من اشتباه کردم. Too many classes، کلاس زیادی برداشتم. حالا تو کلاس انرژی درمانی همیشه میگم شما 10 تا مشکل رو یهو با هم دیگه نمیتونین حل کنین. 10 تا مشکلن، میخواین 10 تا رو یه دفعه حل کنین، 10% میذارین روی این، 10% میذارین روی اون، 10% همشون 10% حل میشن، پس در یه حدی حل میشن. 10 تا مشکل دارین میخواین حل بکنین، یه دونه رو که پر رنگ تره انتخاب کنین. ببینین درس اصلی اونی که بیشتر از همه اذیتتون میکنه چیه، روی اون یکی کار کنین و بعد به جهان هستی بگین میشه این 9 تا کلاس دیگر رو برای یه مدت من روی هولد بذارم تا این کلاس اصلیه رو قبول بشم، و بازم میشه شما به من کمک کنی که این کلاسم رو قبول بشم تا بعد برم به کلاسای دیگه برسم. گاهی اوقات بدون اینکه ما بدونیم، زمانی که به این حد میرسیم به جهان هستی میگیم میشه لطفا این 9 تا کلاس رو نگهداری من رو این کار کنم، به احتمال زیاد وقتی شما رو اون یه دونه کلاس تمرکز میذارین و اونو میفهمین داستان اصلی چه و حلش میکنین، 9 تای دیگه یا 4-5 تاشون خود به خود میریزن یا کمرنگ میشن، یا اینکه بعد از اون شما یاد میگیرین که اونای دیگر رو چجوری حل کنین. اما تمام این کلاس ها دوستان، همه تقریبا میخوام به شما بگم که تمام مشکلات ما که در بیرون هستند با درون رفتن دیسیپیت میشن، از بین میرن، حل میشن. مشکل خیلی زیاده، میام به درون، در این لحظه حضور، فیلم بیرون رو دوست ندارم، او فیلم رو من ساختم، اوکی بیام به درون، انرژی وایبریشن درون رو درست کنم، اون آرامشه، اون سکوته، اون یکی شدن با whole creation، با همه جهان هستی. حالا بیام بیرون، فیلم ماجیکلی مثل یه معجزه تغییر پیدا میکنه. در واقع برای این که این براتون جا بیفته، میخوام مثل این میمونه که شما وارد یک سینما میشین و این سینما مثل سینمای اینجا 20 فیلم داره پخش میشه، و در این 20 فیلم که پخش میشه شما میرین تو این تیتر 5 دقیقه این فیلم رو نگاه میکنیم، این خوشتون نمیاد میرین تو تیتر بعدی اون رو نگاه میکنیم، بکش بکش دوست ندارین، میرین تو چیز بعدی. اوکی؟ پس در واقع دلیل این که اینو به شما میگم این هستش که دنیای بیرونه دوست ندارین، میاین درون، درون رو میسازین، درست میکنین، میان بیرون، انتخاب یه فیلم دیگه است. اوکی؟ پس بیرون درون، بیرون درون، دوست ندارم میام تو، دوست ندارم میام تو. این راه حلیه که شما میتونین تمام اینها رو تغییرش بدین به راحتی. اوکی. پس سرطان مسئله نیست، سرطان یک علائمه که داره به ما میگه که شما روی چی باید کار بکنی.
اما سرطان داستان نیست. سرطان یک زنگ خطره که به شما میگه یه چیزی باید روش کار بشه. آیا مسئله احساسیه؟ گناه نبخشیدنه؟ آیا مسئله عشق به خود نداشتنه؟ در نتیجه چون من به خودم عشق ندارم، لیاقت داشتن چیزهای خوب و ندارم، پس الان من به بدن فیزیکیم صدمه میرسونم. انقدر مشروب میخورم، انقدر مواد مخدر میکشم، انقدر شیرینی میخورم، انقدر بیفعالیتی میکنم، همه این کارا رو میکنم چون عشق به خود ندارم. پس ببینین کدوم یکی از اینا داره کار میکنه، یا مجموعه همه اینا با هم دیگه که شما سرطان گرفتید. پس دو مرتبه در اینجا میخوام بگم دوستان، در این چهار لایه بدن عرفانی، هر چی در اونجا، اونجا شروعه، هر اتفاقی که اونجا بیفته، هر انرژی که اونجا ساخته میشه، اون انرژی میاد توی منتال بادی، بدن ذهنی. هر چی اونجا معنی بشه، تجربه بشه، باور بشه، میفته تو بدن احساسی. بدن احساسی اون معنی که ترجمه‌ای که بدن ذهنی کرده میگیره، حالا با اون انرژی میسازه، انرژی رو به وجود میاره. هر چی که بایپس اون دوتا بوده، حالا تو بدن احساس میشه، اون انرژی به وجود میاد، بعد میفته تو بدن فیزیکی. حالا شما به من بفرمایید که سرطان شما در بدن فیزیکی از بین میره، یا چیزی که کاز یا ریشه یا چیزای اولیه بوده و اون هیچ وقت در بدن فیزیکی نیست. هیچ چیزی در بدن فیزیکی به وجود نمیاد. بدن فیزیکی هیچ کار است. بدن فیزیکی آخرین مرحله‌ایه که ما باید بهش نگاه کنیم. اما بدن فیزیکی در واقع مثل آژیری میمونه که خطر رو اعلام میکنه. اما بدن فیزیکی فقط اون صدای آژیرکشه، خودش نمیتونه کاری بکنه. یعنی در واقع وقتی که آمبولانس را میفته، صدای آژیر میاد یا ماشین آتش سوزی، اون فقط داره علامت رو نشون میده، داره هشدار میکنه، به ماشینای دیگه میگه بزنین کنار، امرجنسی پیش اومده، من باید به سرعت، این ماشین باید به سرعت حرکت کنه. اما اون آژیر خود ماشین نیست، اون آژیر نمیتونه کاری انجام بده، نمیتونه پسینجر بندازه توش و مریض و بیمار رو با سرعت ببره. اما اشتباهی که من و شما میکنیم، فکر میکنیم که چون سرطان در بدن فیزیکی به وجود اومده، در بدن فیزیکی باید درست بشه، حل و فصل بشه، عمل جراحی باید بشه، شیمی درمانی باید بشه، حالا من چی بخورم، حالا چی کار بکنم، پیش این جراح برم یا پیش اون جراح برم، و نتیجهش چی میشه دوستان؟ نتیجهش چی میشه که ما خیلی زیاد میبینیم دوستانی که سرطان میگیرن و شیمی درمانی میشن، عمل جراحی میکنن، تمام این داستانا میتونه برای یه دورانی اون زنگ خطر رو دیسیبلش کنن، دیگه آژیر نکشه. یه سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد، چهار سال بعد، دو مرتبه سرطان خودشو نشون میده. چرا؟
چون فقط آژیر قطع شد، هیچ چیز دیگه ای حل نشد. امیدوارم که این قضیه رو شما دوستان عزیز جذب کنید. اوکی قربون شکل همتون برم، برنامه تموم شد. بنابراین صحبت همیشه بنده که یادتون نره اپ من رو وصلش بکنین، از هر ستوری که هستین، با اپلین، با اندرویدین، هر کجا که هستین، اپ منو بریزین روی تلفنتون، اکتیویتش بکنین که بهتون الرت بده که چه اتفاقی قراره بیاد. من شو دارم، شو ندارم، سمینار دارم ندارم، وبینار دارم ندارم و همه این داستانا. اوکی، در این حال دوستان عزیزم فراموش نکنین که رادیو توکا رو ساپورت کنین، به خاطر اینکه دوستان عزیز وقتی برنامه من یه هفته دو هفته اتفاق نمیفته، ایمیل و سر و صدا و پیام و رادیو توکا رو میس کردیم، برنامه تون نیست. اما باید به خاطر داشته باشین قربونتون برم که آش مجانی فقط ما نباید بخوریم نظری بگیریم. اوکی، یعنی این که شما باید این رو در نظر داشته باشین که رادیو توکا پشوانه‌ای نداره، بنابراین کمکشون بکنین، ببینین چجوری شما میتونین این وسیله‌ای که شما دارن در اختیارتون میذارن شما هم ساپورتتون بکنین. قربون همتون برم، مراقب خودتون باشین، تا هفته آینده. I love you.